طالبان ساعت 2 بامداد روز پنجشنبه بر یکی از امن‌ترین ولسوالی‌های غزنی حمله کردند. مقام‌های محلی در غزنی می‌گویند که طالبان ساختمان ولسوالی خواجه عمری را به آتش کشیدند، اما پس از چند ساعت اداره این ولسوالی به دست نیروهای دولتی افتاد. 5 نفر از پرسنل امنیت ملی به شهادت رسیدند. ولسوالی خواجه عمری به شهادت رسیده. تعداد 7 نفر پلیس ملی به شهادت رسیده. پس از نیم ساعت نیروهای کمکی به محل اعزام میشه از مرکز ولایت. عملیات تصفیه‌ای در محل آغاز شده و دشمن هم تلفات بسیار زیاد وارد شده. علی دوست شمس، ولسوال خواجه عمری که با 15 تن از نیروهای امنیتی جان باخت، 3 سال پیش از طریق رقابت آزاد به این سمت رسیده بود. مرکز ولسوالی خواجه عمری در کمتر از 10 کیلومتری شهر غزنی موقعیت دارد که با ولسوالی های جغتوی ولایت میدان وردک و ولسوالی های ولی محمد شهید، راشدین، بهرام شهید و مرکز ولایت غزنی هم مرز است. آمدن ضربه خود زدن، ولسوال کشتن، 30 نفر به شهادت رساندن، یک مقدار غنیمت بردن، یک مقداری از تجهیزات دولتی را با آتش کشیدن. سقوط معنای بیشتر ازی دارد. 30 نفر از بخش ملکی و نظامی ما متاسفانه شهید داریم که یک آمار تلفات بسیار بلند است. همزمان با نگرانی ها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در غزنی، سازمان ملل متحد نیز امروز گزارشی از تلفات غیر نظامیان را در 3 ماه گذشته پخش کرده است. در این گزارش یونما از کشته شدن 765 غیر نظامی و زخمی شدن نزدیک به 1500 غیر نظامی دیگر در 3 ماه نخست سال روان میلادی در جنگ افغانستان خبر می دهد. آماری که به گفته این سازمان مشابه به آمار 3 ماه نخست سالهای 2016 و 2017 هستند.